بدرود خدمت هموطنان عزیزم، در هر کجای دنیا که هستید، محبوبه رفیعی هستم. یک بار دیگه در خدمت شما در این لایو فیسبوکی و در برنامه مام میهن در تلویزیون کانال یک. امیدوارم که خوب و خوش باشید در همه جای دنیا که هستید و روزگاران را هر آنچه سخت است به امید پیروزی نور بر تاریکی سپری کنید، که مطمئن هستم اینجوری که حوادث منطقه نشون میده که دست های این اژدهاهای منحوس در تک تک کشورهای خاورمیانه داره قطع میشه و به امید خدا به زودی برای همیشه در خاک میهن این اژدها رو خاک خواهیم کرد. و همه اینها بستگی به شما داره، نه بستگی به هیچ دولت خارجی. بایستی به خود امید داشته باشید و به نیروی خود، و بدانید که با همت، هم با داشتن اون غیرت و تحمل نکردن ظلم و ستم، بیش از این میتونید که خودتون و کشور رو نجات بدید و آینده ایران یک آینده بسیار روشنی خواهد بود. با این اتفاقاتی که در اپوزیسیون خارج از کشور میفته، من میتونم بهتون مژده بدم و نوید بدم که همه چیزها به نفع ملت ایران و به سود ملت ایران پیش میره. با همه سختی ها، با همه دشواری هایی که اپوزیسیون اصلی ایران، اپوزیسیون میهن پرست، اپوزیسیون ملی که من عقیده دارم تنها اپوزیسیون واقعی، تنها اپوزیسیون واقعی جمهوری اسلامی ایران پادشاهی خواهان هستند و ملی گرایان، البته از نوع اونهایی که عاشق میهن هستند. همه چیز به خوبی داره پیش میره و این به خاطر اون فعالیت ها و جانفشانی ها و از خودگذشتگی های میهن پرستان واقعی که به دنبال شهرت و نام نبودن، به خاطر خودستایی و خود رو نزدیک کردن به یه گروهی که بتونن منافع مالی ببرن، یا اینکه بتونن خودشون رو یه جوری مطرح کنن. سربازان پادشاهی که پنهانند، و من میدونم که سالهای زیاده، تقریبا 13 ساله که به طور پنهان شبان روز دارن که فعالیت میکنن، و میخوام که مژده خوبه، ما هرچند که خیلی استرس داشتم، باز دوباره دپرشن سیاسی، اما میدونید که لبخند دوباره به لبهام اومد، چون خبرهای خوشی در راه است و ما، شما ملت، پیروز خواهید شد. و امیدوارم که برای، به قول شاهزاده گرامی، برای اولین بار در تاریخ کشورمون سرنوشت خودتون رو خودتون با دستای خودتون بدون وابستگی به هیچ کشور خارجی بتونید که بالاخره سرنوشت خودتون رو در دست بگید، و اون روز میاد و مطمئنم که میاد و خیلی امیدوار هستم. یه خود بریم به تاریخچه رویدادها در اپوزیسیون. من امروز میخوام راجب شخصی به نام نادر صدیقی که قبلا هم راجبش صحبت کردم و همینجور حزب مشروطه صحبت کنم، ولی یه بک‌گراندی بخوام بدم به هموطنان عزیزمون، اینه که جمهوری اسلامی در وزارت اطلاعات که سعید سیرجان یکی از اون مؤسسان اون بود و الان هم پشت پرده تمام توطئه ها هست، و این توطئه ها از وزارت اطلاعات در زمان رئیس جمهوری خامنه ای و نخست وزیری موسوی شروع شد. اینها طرح اصلاحات رو ریختن که بتونن زمانی که میبینن که مشکلی پیش میاد و حکومت در حال سقوطه، بتونن با مطرح کردن اصلاحات ماهیت رژیم رو حفظ کنن و مهرها رو جابجا کنن. هنوز هم اون افراد، اما الانه خارج از کشور، تمام این سالها در این تلاش بودن که با توطئه و حربه و فریب بتونن همون نقشه وزارت اطلاعات و جمهوری اسلامی رو پیاده کنن. دوستان من وقتی این لایو رو میذارم، هیچ
ایرادی به فکر و عقیده هیچ شخصی نمی کنم. ما با کمونیست همراه هستیم، با جمهوری خواه همراه هستیم، تا زمانی که هر گروهی هر عقیده‌ای به طور شفاف در سازمان خودش و فعالیت‌ها و تبلیغات خودش رو بکنه. اما وقتی میرسیم به توطئه‌های نیروهایی که به ظاهر چهره خودشون رو خصوصا وابسته به پادشاهی خواه میدونن، اما یا اینکه وصلن به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یا وصلن به قدرت‌های خارجی، سازمان‌های جاسوسی و اطلاعات و امنیتی خارجی، که این درد ما بوده، من اینجا میام و افشا میکنم این درد ما بوده از اول. وقتی که خارجی‌ها تصمیم گرفتند که حکومت پادشاهی به خاطر قدرت، به خاطر توان، به خاطر نیرویی که در خاورمیانه پیدا کرده و در سر کار بردارن، سالهای مدید حدود 10 تا 15 سال میتونم بگم، شروع به ریختن توطئه و نفوذ و خیلی چیزهایی که خودشون دیگه میدونید کردن، تا زمینه ها رو برای سقوط ایران حاضر کنن. و در پی این 41 سال شیره ایران رو اون قدرت های خارجی یا مافیاهای پول کشیدن. چرا؟ چون که حکومتی بر سر کار بود که تنها وظیفش حفظ خودش بود، دلش نه برای ایران نه برای ایرانی سوخته بود، و تا امروز هم داستان همین است. اما بریم سر خارج از کشور. وقتی که باراک اوباما در حال این بود که سر کار بیاد و میدونیم که لابی عظیمی هم در جمهوری اسلامی خرج کرد و میلیون ها دلار خرج کرد تا کسی به نام باراک اوباما و حزب دموکرات رو سر کار بیاره، قبل از اون جمهوری اسلامی خیلی قبل‌تر از اون مورای خودش رو کاشته بود به عنوان اپوزیسیون، یا آماده برای نفوذ فرستاده بود به خارج، مورای خیلی قدیمی که داشت. اما در زمان اوباما میدونید اون فرمانی که داد 2000 ویزا دادن و یک ایلی از اینها رو وارد کردن، توطئه‌های بسیاری شد. اما من راجع به آقای صدیقی میخوام بهتون بگم، همینجور که قبلا گفتم اگه دوست دارید بیشتر بدونید لطف کنید در کانال یوتیوب من مای رفیعی، من فکر کنم 1-2 لایو راجع به ایشون دانلود کردم اونجا هم. البته من حدود 1.5 سال که به ایشون میپردازم، ولی این 2 لایو رو توی یوتیوب مای رفی MAI فاصله رفی RAFI میتونید که پیدا کنید. من اومدم و گفتم طبق تحقیقاتی که کردم، سند رو کردم که بار دیگر این کلیپ رو میذارم، که آقای نادر صدیقی که یکی از گویندگان تلویزیون بودن و یه زمانی هم مدیر تلویزیونی در آذربایجان بودن، و ایشون بعد از انقلاب کسی دیگه ایشون رو ندید یا اصلا حضوری نداشتن تا سال 2006 یهو حضور فیزیکی پیدا کردن در لس آنجلس، و خب حرکت اولی هم ایشون که کردن رفتن و صدای ایران رو از آقای میبودی و سیاوش آذری که دوست صمیمی همیشگیشون بود از زمان مدرسه، به قول خودشون من با آقای آذری صحبت کردم، از زمان مدرسه و دبیرستان هم دیگر رو میشناختن و دوست بودن، آقای سیاوش آذری رو پیدا کردن و رادیو صدای ایران بسته شد، رفت تو دست آقای صدیقی، بعدم تغییرش دادن به یه رادیو دیگه که خانم هما سرشار رو اونجا گذاشتن. این از اون رادیو که دست آقای میبودی و بقیه که سالها اینو داشتن خارج شد. یه مدتی هم اومدن توی کانال 1 با یه تیم خودشون، حتی به معاونیت آقای شهرام همایون اونجا شروع کردن به کار و یه چند تا برنامه داشتن با خودشون، آقای سیاوش آذری هم آوردن که سعی کردن اون تیمی رو که وارد کردن، بعدها ما فهمیدیم یه تیمی با خودشون وارد کردن، سعی کردن که در دفتر کانال 1 زمانی که کمک‌های مالی میشد یا چک‌ها یا هدیه‌هایی داده میشد، سعی کردن که قاطی و اخلال بکنن و اونایی رو که جزو دوستداران کانال 1 بودن
پست های اشتباه یا پول های اشتباه به جورایی. خلاصه کانالیه که تو دردسر بزرگی انداختن، ولی کانالیه که موند با سختی زیاد و ریکاور کرد و نتونستن این پایگاه عظیم رو که ما میدونیم یه سنگر، یک تلویزیون نیست، یه سنگر مبارزاتی، از پای بردارن. و بعد ایشون رفتن و خب کارهای دیگه شون رو کردن. من یک سندی در رایگان دادم که الان هم پخش میکنم. دادگاه دختر آقای صدیقی هست در 2016 در کالیفرنیا برای درخواست پناهندگی، و در اون دادگاه وکیل خانم نیکول صدیقی که میتونید بدین توی یوتیوب هم پیدا کنید، اگه بزنید نیکول صدیقی شما میتونید این یوتیوب رو که الان بعد از سالها خود دولت آمریکا اونجا گذاشته به عنوان نمیدونم چه سیاستایی دارن، من رفتم دیدم و در اون وکیل دختر آقای صدیقی میگن که آقای صدیقی در زمانی که دخترشون 4 سال داشته که اونجا من حساب کردم 1354 تقریبا بوده، میرن به لندن و در تلویزیون در رادیوی بی بی سی شروع به کار میکنن. از بعد از میدونه انقلاب، طبق گفته اینها بعد از انقلاب ایشون برمیگردن به لندن و به قول ایشون میگن که توی دادگاه باز دوباره برمیگردن به لندن و پناهندگی میگیرن. اما من میدونم تا کنون همینجور با آقای سیاوش آذری صحبت کردم، خانمشون سیتیزن رو دارن که خانمشون شهلا آراسته مدتی در صدای آمریکا کار میکردن. آقای صدیقی هم مدت ها در اروپا، البته میدونید به عنوان کارسپوندنت، یعنی حتما لازم نیست شما اونجا باشی به طور دائم، برای اون رادیو کار میکنن و مقاله هایی مینوشتن برای رادیو فردا یا صدای آزاد اروپا. من این کلیپ رو برای شما میذارم، خواهش میکنم که ببینید، برای اونایی که تا حالا ندیدن من بذارم این کلیپ دادگاه خانم نیکول صدیقی. May please the court. I am Monica Mansouri for the petitioner. If I may, Your Honor, start with a brief background regarding the petitioner. The petitioner is a filmmaker, journalist, philanthropist born in Iran. At the age of 4, she and her family, her parents at the time were journalists for the National Iranian Television, moved to the United Kingdom for a brief to be working for the BBC there in London. After their program was over, they returned to Iran. That was at the beginning of the revolution in Iran, because they were journalists for the former regime. They were persecuted and returned to London in 1979 and received asylum there. پارسال یک سال خورده پیش یه لایو گذاشتم و از آقای صدیقی خواستم که بیان و توضیح بدن. من این مدرک رو داشتم ولی ایشون تا کنون نه، بلکه رفتن و لایو منو ریپورت کردن به فیسبوک و فیسبوک اون لایو رو برداشت و منو هم به مدت 1 ماه از فیسبوک بیرون کردن. برای چی نمیدونم، ایشون خودشون یه خبرنگارن، نباید کسای دیگر رو خفه کنن، ولی خب شاید شیوهی که یاد گرفتن در ایران بعد از که برگشتن به ایران شیوه خفه کردن بود. ایشون حالا راجب آقای سیاوش آذری بهتون میگم. آقای سیاوش آذری آقای نادر صدیقی رو از دوران دبیرستان یا همون هنرستان خبرنگاری یا هر جایی میشناختن، و آقای سیاوش آذری که همه میدونید، نمیدونم من لازمه تصویرشون رو نشون بدم، آقای سیاوش آذری برای خبرگزاری فارس کار میکردن و وظیفهشون توی مدت‌ها، الان نمیدونم چند سال، سفر رفتن به پادشاه و خاندان سلطنتی بوده. به عنوان یک خبرنگار فقط کارشون این بوده که هر موقع اوشون سفری داشتن، یک خبرنگار جدی و مصاحبه کن اینها نبودن، به عنوان ریپورتر. من از دوست هم بچگی آقای سیاوش آذری که از مازندران هستن و آمول اینا
سوال کردم آقای کیانوش، به من گفتن آقای سیاوش آذری از یک خانواده توده‌ای میاد، چون آقای کیانوش هم خودش یک توده‌ای سابق بوده که الان برگشته و فهمیده که اشتباه کرده. ایشون تمام خانواده و برادرانی دارند که همه سابقه کار در حزب توده دارن. من بازم میگم، من نمیدونم شاهنشاه آریامه چه دیکتاتوری بودن که تمام کارکنان، تمام کسانی که اطرافشون بودن، ایشون میدونستن که از کسانی هستن که مخالف ایشون بودن، ولی باز به خاطر فنی که بلد بودن، به خاطر که شاهنشاه فقط فکرشون فکر ایران بود، فکر حفظ خودشون میدونه نبود، که کاش ای بود یک کمی. همینجور بود که بیشتر این افراد شوق‌های خیلی بالا داشتن. حتما هم ساواک، سازمان امنیت، راجع به سابقه همه اینا میدونسته، ولی خب میگفتن دیکتاتوره، والا ما نمیفهمیم چه جوریه. anyway، آقای سیاوش آذری زمانی توی کانالی آقای سیاوش آذری بعد یک سال قبل از انقلاب میان خارج از کشور و در آمریکا بودن به عنوان ریپورتر خبرگزاری پارس. آقای سدی هم که گفتم سال 54 میرن توی بی بی سی و بعد دیگه پیداشون نمیشه تا 2006 میان و تو لس آنجلس هلو هلو همه دوستای قدیمی رو میبینن و خلاصی یه باندی در لس آنجلس. من امروز راجع به باند لس آنجلس و تلویزیون ایران آریایی بیشتر صحبت میکنم تا برسیم به موضوع مشروطه. و اما موضوع مشروطه، من این این کلیپو در مورد این آقای نادر صدیقی میگن که یک خبرگزار خارجی سالها پیش از من سوال کرد، یعنی منظورشون همون سال 2006 که اومده بودن توی آمریکا، که آیا دارید هم اپوزیسیون یا نه، و ایشون دارن راجع به اون صحبت میکنن. خواهش میکنم توجه کنید ببینید چی میگن. یک اپوزیسیون در چه حاله؟ با صراحت بدون درنگی بهشون گفتم اپوزیسیون در اینجا وجود نداره. گفت پس این ایرانی ها چیم؟ گفتم یه عده مخالف اپوزیسیون نیستن. اپوزیسیون موقعی که شما تعریفشو میکنین یعنی یک عده‌ای که در یک سازمان های سیاسی مستقل و روشن گرد آمدن، دارای جایگاه حزبی هستن، دارای عرض کنم که تفکر سیاسی هستن، دارای استراتژی هستن و عرض شود که برنامه‌ای هستن و اونها میشه اپوزیسیون. ولی ما در ایران در اینجا همچین کسانی رو نداریم، همچین نهادهایی، همچین سازمانهایی رو نداریم، نه در اینجا بلکه در هیچ جای دنیا من نمیدیدم در خارج از. ولی این قضیه مال حدود مثلا 10-12 سال پیش تغییر کرده. در این یک دهه گذشته ما دارای سازمان هایی شدیم که اینها خودشون رو اپوزیسیون میتونن در قالب اپوزیسیون قرار بدن. مثلا حزب مشروطه ایران داریم، این حزب که پایه‌گذارش هم زنده یاد داریوش همایون بود، الان به نحو خوبی در جهت یک سازمان حزبی فعالیت میکنه. چندین بار انشعاب شده، متاسفانه نتونستن خودشون به اصطلاح حزبی هست، یک تشکل حزبی هست، منتها چندین بار انشعاب شده متاسفانه نتونستن. من اینو یه خود میرم جلو چون شاید یه خود طولانی باشه. ایشون مشروعیت خودشون میگرد هنوز. ایشون میگن که حزب مشروطه، این برنامهشون مال ژانویه است، مال دی ماه گذشته یا ژانویه امسال هست. ایشون بعدش میگن تنها گروه هایی که داریم گروه مشروطه هست که 10 ساله، البته ایشون اشتباه میکنن، گروه مشروطه 23 ساله که هستش. شاید اون مشروطه رو قبول ندارن چون به احتمال زیاد در 10 سال پیش، یعنی از امسال بگیرید تا 10 سال پیش، یعنی 2010، ایشون میدونستن که تونستن مهرهای خودشون رو وارد حزب مشروطه بکنن، چرا که حزب مشروطه ایران که نماد دموکراسی برای ایران هست، یک نماد تاریخی هست، اومدن و لیبرال دموکرات رو بهش
در اون موقع بود که اظهار پروسه میدون ادیشن لیبرال دموکرات تو اسم مشروطه یه خورده خنده داره. لیبرال دموکرات یعنی چی؟ دموکرات که حزب مشروطه سمبل دموکراسی در ایران هست، حالا شد اجرایی یا نشد فرق میکنه، ولی قیام مشروطه به خاطر حکومت مردم بر مردم بود. اما لیبرال، لیبرال یعنی هم اون ور باش هم این ور باش، هر از گاهی عوض شو میون حال باش. لیبرال دموکراسی هم چی کلمه، یعنی یه کمی دموکراسی، نه خیلی دموکراسی، یا بر حسب زمان دموکراسی، اصلا یه مفهوم بی خودیه. یک مورد دیگه ای که من یادم رفت بگم، از زمانی که آقای صدیقی برمیگردن، حالا این تیکه مشروطه رو بهتون گشتم، از زمانی که برمیگردن یه رابطه نزدیکی با به اصطلاح دفتر شاهزاده و آقای میدونه احمد اویسی پیدا میکنن. آقای سیاوش آذری هم با آقای احمد اویسی صمیمیان و این صمیمیت برمیگرده به زمانی که اینا در ایران خبرنگار بودن و آقای احمد اویسی به عنوان آژودان شاهزاده رضا پهلوی که به نظر میاد یک استواری بودن در سن وقتی شاهزاده که به دنیا میاد با کمک تیمسار اویسی ایشون میان این شغل بهشون میدونی داده میشه و کم کم یه درجاتی هم میگیرن به خاطر خدماتی که میکنن. منظورم این که آشنایی اینها برمیگرده از اون ور، چون که هر موقع شاهزاده که 13-14 سالشون مثلا بوده که شروع کردن به رفتن سفرهایی در اینجا اینجا، این خبرنگاران همراه شاهزاده بودن به عنوان یک ریپورتر، میدونی که برای تلویزیون مثلا فیلمی تهیه کنن یا چیزی، به خاطر همین که آشناییشون از اونجا هم میاد. بنابراین این آقای صدیقی اصلا اون زمان اول به قولی یک نزدیکی و این فولی پارتی به اصطلاح اونجا داشت، با وجود که سالها 29 سال سرنوشت آقای نادر صدیقی مشخص نیست، از زمان 57 تا 2006. اصلا منم بارها ازشون سوال کردم در لبخان بیا به ما بگید آقای صدیقی شما کجا زندگی میکردید، کجا بودید، چون یه مطالبی در وبسایت وقتی نام شما رو سرچ میکنیم هست در مورد سعید حجاریان، در مورد بازجوی خوب، در مورد قطعهای زنجیری، در مورد سعید شاسوندی که مصاحبه میکنه با بی بی سی و از یک نادر صدیقی نام میبره. من شخصا حرفام خودم به عهده میگیرم، من تمام این صحبتایی که میکنم تحقیقات خود منه و نتیجه خود منه. من از اینکه شما با ارتشیایی در زمان نوژه دستگیر شدن، در زمان کودتای شاهرخی در زندان بودن، تماس داری و دوست هستین و الانه اونها من باشون برخورد کردم در رابطه با شما هستن و اکثر اونها 6 ماه در زندان بودن اون زمان 62 و بعد یا که هواپیما دزدیدن خارج شدن یا که هلیکوپتر دزدیدن. من با 3 نفرشون که صحبت کردم، هر 3 نفر یک فروند یه چیزی رو به راحتی از کشور خارج کرده بودن در زمان جنگ و الانه پشتیبان شما هستن، در باند شما هستن. در رابطه با مشروطه وقتی من دیدم آقای صدیقی این لایو رو گذاشته رو راجع به مشروطه ژانویه حرف میزنه، متوجه شدم که یه بلایی سر حزب مشروطه خواهد آمد. یعنی من منتظر بودم، چون سابقه آقای صدیقی در مورد من خودم تجربه کردم با کسایی که در شورای ملی بودن و هواداران ایشون بودن که یا از سازمان اطلاعات امنیت بودن قدیم، که نه اونایی که خدمتگزار بودن اون طرفی ها، یا اینکه از همینایی که گفتم فرار کردن، همشون کسایی بودن که از باند آقای نادر صدیقی وارد شورای ملی شدن و سابقه ققنوس هم داشتن که ققنوس رو به هم زدن. اما راجع به شورای ملی من فهمیدم شیوه آقای صدیقی اینه در تمام شرایط، میان یه چیزی رو بولدش میکنن، یعنی گروهشون رو میفرستن که تشویق بکنن یه سازمانی تشکیل بشه، بعد همون گروه شروع میکنن به سازمان رو به هم زدن. این یه کار آقای صدیق، وقتی من چیزایی راجع به وزارت اطلاعات از شما میخونم در
وبسایت ها به این حرکات و این رفتار شما خیلی شبیهه، چون من خودم تحقیق کردم و برخورد کردم. بالاخره وقتی من اینو دیدم و شما همین کار رو هم میدونید در ققنوس کردید که بارها میدونید آقای همایون هم تا راجبش توضیح زده، دوستمون آقای دکتر سیروس کنگرلو هم اومدن راجبش توضیح دادن. اما وقتی این اتفاق افتاد من میدونستم که یک ماجرای در کار است. خب قبل از این ماجرای در کار بود که یک نشستی در لندن بود که خانم توکلی که به تازگی سردبیر شده بودن در اون نشست بودن و با به عقیده من چون کلیپشون رو که دیدم، حالا نمیخوام اون کلیپ رو بر شما وقت پخش کنم چون وقت کم میارم، اگه تونستم بعد میذارم. وقتی با آقای شهرام همایون توضیح میدن، آقای همایون ازشون سوال کردن که چطور شد که نشست حزب مشروطه و نشست شورای گذار در یک سالن در یک جا و در یک زمان هست و اینا. ایشون وانمود کردن خبر نداشتن اونا، ما هر روز در رابطه هستیم ولی اینجوری شده، اشتباه شده و بالاخره خبرگزارها میان و ما سعی میکنیم که زمانامونو یه خود با هم فرق بدیم و یه جوری بشه که اونا بیان و فلان. من فهمید، من اون موقع توجه نکردم ولی وقتی آقای صدیقی رو دیدم برگشتم اون گفتگو رو دیدم و متوجه شدم که خانم توکلی خبر داشته و با اونها برنامه ریزی کرده بوده و یه نقشه ای داشتن. یک نقشه دیگری هم که در نشست لندن پارسال داشتن این بود که کیهان لندن دو سه روز قبل از اون نشست، نشستی بود که مربوط به حزب مشروطه بود و از جنبش ماهستی من میدونی دعوت کرده بودن که بیان و چند تا شخصیت سیاسی دیگه. اینجور بود که ماجرا که کیهان لندن چند روزی قبل از همون نشست شورای گذار مصاحبه ای را از قبل بوک کرده بودن با شاهزاده و از شاهزاده در اون مصاحبه سوال میکنن که شما همچی چیزی میخواد تشکیل بشه و اعلام موجودیت کنه. شاهزاده میگن من از هر حرکتی که در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی باشه حمایت میکنم. گروه شورای گذار در همون میتینگی که داشتن رؤسای کیهان لندن هم اونجا بودن. رؤسای کیهان لندن خانم نازنین انصاری. خانم نازنین انصاری یکی از سال 2009 میتونید برید سرچ کنید، بزنید نازنین انصاری و اوپن دموکراسی. خانم نازنین انصاری از 2009 برای جورج سوروس کار میکنن و مقاله های ایشون در به اصطلاح حقوق میگیرن برای هر چیزی که مینویسن توی اوپن دموکراسی. این خانم نازنین انصاری. نفر بعدی که در نشست بود خانم الهه بقراج، اوشون هم از کیهان لندن هستن که ایشون یک چریک فدایی خلقه و دوستی بسیار نزدیکی با آقای نادر صدیقی دارن، به خاطر که آقای نادر صدیقی اگه برید گوگل کنید در زمان همون زندان ها رابطه دوستی و نزدیکی در زندان ها با چریک های فدایی خصوصا از طیف اکثریت داشتن که خانم بقراط هم به همون طیف میاد. نفر سوم که در اونجا بود آقای احمد رافت بود که میدیا مدیریت میدیای شورای گذار رو دارن. آقای رفعت هم خبرنگاری هستن، هاف ایتالیایی هستن که در زمان نوفل شاتو و خمینی در مصاحبه‌ای که خودشون کردن با رادیو این رفقم رادیو فردا بود گفتن که ما متوجه می شدیم که مترجمای آقای خمینی برای خبرگزاری ها و ماها ترجمه اشتباه میکنن ولی ما همون ترجمه اشتباه رو میگرفتیم و چاپ میکردیم. خب ایشون هم که سابقه احمد رفعت در توطئه علیه ملت ایران سابقه پاکی نیست، همشون یه جوری چیزن. خلاصه اون نشست میدونه هر جور بود رد شد و اینا تا اینکه تلویزیون آریایی تا اینکه آقای نادر صدیقی اخیراً اومدن و در یک مصاحبه‌ای که داشتن با رادیو پیام اسرائیل، در این مصاحبه که اگه برید توی یوتیوب هستش یه جایی که اعلام میکنن که خبر خوشی میدن، این مال جولای فکر کنم هست، خبر خوشی میدن که اتحادی بین
حزب مشروطه و فرشگرد و رنسانس ایرانی و یک سازمان درفش خاویانی فکر کنم یه هم چیزی چیز شده. این جنبش فرکیانی یه چیزی شده، یک اتحادی شده و این خبر خوشی هست. و اما خبر خوش برای ما نیست. چرا؟ چون که یک نامه بیرون اومد در یک وبسایت بیگانه ای که اون نامه میجونه اخیراً اومد از حزب مشروطه که یک تشویقایی کرده بودن آقای جو بایدن از حزب دموکرات. میدونیم که این دوستانمون که جورج سوروسی هستن خیلی هوادار حزب دموکرات آمریکا هستن. البته در مصاحبه‌ای که با تلویزیون الوند شد بعدش، خب این نامه قوقایی کرد، همه از حزب مشروطه خیلی عصبانی بودن، ولی آقای خسرو بیت اللهی در مصاحبه‌ای که با خانم اسمش رو یادم رفته با تلویزیون الوند داشتن، من گوش دادم، ایشون اومدن گفتن که ما کار اشتباهی کردیم، اومدیم متن انگلیسی رو گذاشتیم اونجا و نمیدونیم کیا رفتن اون متن انگلیسی رو یه جور دیگه ترجمه کردن و توی اون سایت گذاشتن و خیلی مشکوک. و ایشون گفتن ما بازم یه نامه دیگه خواهیم فرستاد، ولی این دفعه هم ترجمه فارسی تهیه میکنیم هم ترجمه انگلیسی. یعنی دفعه اول ترجمه انگلیسی تهیه نکرده بودن، ولی خودشون هم مشکوکن، میگن که نمیدونم. خلاصه معلوم نیست توی حزب اینا چه اتفاقی داره میفته. میدونی که من یک بارم اومدم یک مصاحبه از خانم توکلی با اون خبرنگار خانم اسمشون هم یادم رفته که توی ایران اینترنشنال بودن، وقتی راجب پادشاهی و رای گیری برای تعیین نوع حکومت در آینده ایران شد، ایشون گفتن شاهزاده رضا پهلوی کاندید ما هستن، در صورتی که در منشور حزب مشروطه ایران نوشته شده که ما پادشاهی رضا شاه دوم شاهزاده رضا پهلوی رو قبول داریم و اصل منشور حزب مشروطه بود. تمام این برنامه ها من شکم به خانم توکلی رفت، چون حرکات این خانم توکلی خوده مشکوکانه بود. امیدوارم که اشتباهاتی باشه، من اینو میسپارم به خود حزب مشروطه. و اما چرا این، و اخیراً هم من در راهپیمایی که در مقابل سفارت چین کردن در لندن خانم توکلی، من دیدم که همون تایید رو باز دوباره کردن که تصویری دستشونه، تصویر شاهزاده رضا پهلوی که قبلا کینگ میذاشتن، الان زدن که رأی ما شاهزاده رضا پهلوی. تا اونجایی که ما میدونیم ما پادشاهی خواها، پادشاه مشخصه، فقط تعیین نظامه که به رأی مردم میاد. خلاصه این توطئه ها. یک چیز دیگه هم که متوجه شدم، آقای نادر صدیقی یک باند داره راجبش، این که آقای نادر صدیقی با وجودی که اعلیحضرت گویانشون، کسی که تو بی بی سی کار کرده دیگه میدونیم و وابستگیش هم کجا بوده و کجا نبوده، این چیزایی که میخونیم، ایشون خیلی اعلیحضرت گو میکنم، ولی من متوجه شدم هدف آقای نادر صدیقی تخریب شاهزاده و تخریب طیف پادشاهی هست و تخریب هر گونه تشکیلاتی که وصل بشه به پادشاهی. و اخیراً شاهزاده یک شعاری که جنبش معصوم از سال تقریباً 2015 شعارش بود که یک پرچم یک ملت، همیشه توی برنامه‌های کانال یک قبل از شروع برنامه آقای همایون این میمد، حداقل از 2016 میدونم، یک باند آقای نادر صدیقی در تلویزیون آریایی که الان وقت کم آوردم برسم به اونا اومدن. و میدونی که اینا فرد و افراد دارن همه جای دنیا، چون پول هست، پول مسئله پوله. یا بعضی دوستا هم از اون تعصبات خشکی که دارن و سعی نمی کنن وقت بذارن و افراد رو بشناسن تا توطئه ها رو خنثی کنن،
اومدن و شعار یک ملت یک پرچم و یک پادشاه رو گفتن، در صورتی که شاهزاده رضا پهلوی بارها گفتن قبلا حتی عکس منو نبرید توی چیزا، چون علانه بذارید چپ و راست و اینا. این هدف باند نادر صدیقی، هدف اونایی که پشت نادر صدیقی هستن، حالا جورج سروسیا، وزارت اطلاعات، حزب دموکرات، چپ‌ها، چپ‌های وابسته، ما با چپ‌های مردمی کاری نداریم، چپ‌های وابسته، اینا سعی می‌کنن که درگیری بین طیف پادشاهی پیش بیان و حتی به حرف‌های خود شاهزاده گوش نکنن و میانن و با اینجوری سوز می‌کنن، میگن که اوشون شاهزاده است، من کار خودم رو می‌کنم. وقتی بهشون میگه فوش ندید، اینجوری برخورد نکنید با کسایی که مخالفتون هستن یا فکرتون رو قبول ندارن، باعث مثل شاهزاده باشه، میگه بدم که اون شاهزاده است، من باشم. یا اومدن و ایشون اون و من توجه کردم که ایوا حزب مشروطه هم جدیدن هفته گذشته اومده شعار شاهزاده رو تبدیل کرده به یک کشور یک ملت، که اصلا معنا نمیده. خب مسلمان یک کشور یک ملته، من نمیدونم اصلا معنا نمیده یک کشور یک ملت. شاید میخواستن که تمامیت ارضی رو بگن، ولی میتونستن یه جور دیگه بنویسن. این یکی یکی که گذاشتن یه خورده معنی دار هست. اما رابطه آقای صدیقی با تلویزیون آریایی نقشش چیه؟ لوس کردن چهره شاهزاده رضا پهلوی. کسانی که در تلویزیون آریایی کار میکنن میدونن تلویزیون آریایی بعد از تلویزیون آریا مهر تشکیل شد و فاندینگ این خودشون میگن، ثبت میکنن، البته سرهنگ وزین هستن، یه آقایی به نام سرهنگ وزین، بعضی ها میگن سرگردن و سرهنگ نشدن، حالا هرچی، آقای هوشنگ وزین. آقای هوشنگ وزین تلویزیون آریا مهر رو اینجوری که میگن میدونی اسپانسر میکنه، که آقای سکویی و آقای وطنخواه اونجا برنامه داشتن و که مردم از تیپ آقای سکویی و فحاشی ها و حمله هایی که میکرد خوششون نیومد و خلاصه شاهزادم اومدن و یه ویس فرستادن، صدا فرستادن و گفتن این تلویزیون نام آریا مهر رو اومده اینجوری کرده، هیچ ربطی به ما نداره. خلاصه اون تلویزیون رو اومدن تغییر دادن و تلویزیون رو کردن تلویزیون ایران آریا، یه تلویزیونی که حدود 50,000 دلار میشه گفت در ماه خرج داره و این تلویزیون هیچ گونه تبلیغاتی نداره که بتونه از تبلیغات پول در بیاره. اینا میگن که پولمون رو آقای هوشنگ وزین میده. آقای هوشنگ وزین خودشون تقریبا میتونم بگم کاری ندارن، الان حدود 84 سالشونه. قبلا یک شرکتی داشتن 1988 شلوم و یک سوپر سیوری با برادر خودشون پرویز وزین شریک بودن، ولی احتمالا نمیدونم تو اون بیزنس هستن یا نیستن، ولی خودشون فکر نکنم وضع همچه خوبی داشته باشن، چون من یک کورت کیسی دیدم که حتی همسرشون برای پول بچه از ایشون شکایت کرده بوده، همسرشون ها که جدا شده بودن. خب برای من خیلی جا نمیفته، اما جا نمیفته که آقای وزین واقعا شخصا بتونن که این کارو بکنن. اما وقتی که رفتم و تحقیق کردم، تحقیقات بیشتر، البته ایشون یک برادر دارن، آقای پرویز وزین، که آقای پرویز وزین برادر زنشون داریوش خالدی هست، یکی از میلیونرها و ثروتمندهای لس آنجلس، یکی از اونایی که خیلی ثروتمنده و در فرهنگ فاوندیشن هم نقش بزرگی دارند و یکی از دونرهای با نایاک و حالا اونو یه لایو دیگه من باید بذارم، حالا اونو میگذارم. فهم میتونم بگم که برادر ایشون وضع خوبی دارن، ولی من اینجوری راجع به خود آقای وزین فکر نکنم بتونن شخصا تکی توانید. اما آقای وزین دوست نزدیک آقای سیاوش آذری هست و لینک بین آقای نادر صدیقی و آقای صدیقی و آقای هوشنگ وزین هم همین آقای سیاوش آذری هست. ایشون سیاوش آذری هستن، ایشون آقای وزین و این کنار
خانم محبوبه حسین پور هستند. اگه محبوبه حسین پور رو بیشتر توجه کنید، خانم محبوبه حسین پور رهبری باند فحاش لس آنجلس رو، رهبری زمینی رو در دست دارن. اگه یادتون باشه یه گروهی هستن که میان در لس آنجلس و عکس شاهزاده رو سال هاست میان در دست میگیرن، این گروه، و به عنوان پادشاهی خواهی شروع به فحاشی به ایرانیان میکنن در لس آنجلس. این گروه خانم صدکین هست، یکی از همونایی که با آقای نادر صدیقی همزمان در همون ایام در تلویزیون کانال یک اومدن و نفوذ کردن و حتی پسورد کانال رو بردن، کانال تلگرامی جنبش رو بردن و کارهای خلافی اونجا کردن، و همسر ایشون از آقای فرهنگ مهرانی و این خانم شیر افکن، این خانم شیر افکن که خیلی مشهورن به فحاشی های خیلی بسیار در لس آنجلس، در هر گروهی، هر گروه مذهبی تا سوهاشو، معذرت میخوام، فحاشی ها، یعنی من نمیتونم، اونجور نیست که بتونم، کلیپاش خیلی زشته که بتونم که برای شما اونا رو پخش کنم. اینها، این باند همون باندیه که زمانی که هموطنان عزیز، خصوصا تلویزیون کانال یک و دیگر هموطنان در لس آنجلس، اخیرا آقای شهرام همایون رو هو کردن در استیج، همین گروه آقای سیاوش آذری و سرهنگ وزین، که هر دو، آقای سیاوش آذری و سرهنگ وزین، شخصی به نام رضا احمدی رو 2 سال پیش از توی پالتاک، چون یه شخص فحاش و معروفی در پالتاک بود از قلدری و قلچماقی و بیادبی، آقای سیاوش آذری و سرهنگ وزین به ایشون پیشنهاد میکنن بیا ما بهت پول میدیم، که خود آقای احمدی هم در برنامه اخیرشون تأکید کردن که من نون و نمک سرهنگ وزین رو میخورم و از آقای سیاوش آذری و آقای وطنخواه من رو سپورت میکنن در این تلویزیون، ایشون رو آوردن و اخیراً هم همه سالها ایشون فحاشی به همه، یعنی ایشون کسی رو نذاشته، من یه برنامه بتونم باز راجبشون میذارم، کسی رو رها نکرده و ایشون خودشون قشنگ گفتن که من نون و نمک سرهنگ وزین من نمیدونم، آقای سرهنگ وزین من فقط میدونم احتمالاً یک زمان شما در عراق رفتید، اون سالهای 60 که شاهزاده و شهبانو با حرکتهایی که شما و آقای دکتر دانیل دانا که اومدن تو لایو آقای زرابی چند مدت پیش و توضیح دادن، اگرم بخواید توضیح های آقای دانیل دانا رو ببینید برید توی یوتیوب، یک صفحه به نام سیمای پادشاهی، آقای شهباز قهرمانی یا علیرضا قهرمانی با ایشون صحبت میکنن، به نظر میاد آقای سرهنگ وزین با ایشون از همون زمان 62 که به مخالفت شهبانو و شاهزاده که گفتن ما اهل ترور و کارهای خشن و اینکه بریم با صدام که در جنگ با کشورمون بخوایم همکاری کنیم نیستید و این کارو نکنید، طبق معمول این طیف پادشاهی که وصل به یک جریانهای دیگه ناجور حرف گوش نکردن و من شنیدم پولهای خیلی زیادی وارد آمریکا، اینا رفتن و میلیونها دلار پول گرفتن، نه ایشونا، همون تیمی که رفتن، چون من با یکی صحبت کردم، حتی به بعضی از این میجوند کارمندهای افسارهای پایین پول میدادن، خود اوشون بهم گفت که من حتی میخواستم که ریفیوز کنم، همینجورم که همون تیم باعث شدن که آقای شاپور بختیارم این کار اشتباه رو، تیم کی؟ تیم شهریار آهی و آقای خادم از لندن که یکی از نزدیکای آقای بختیار بودن، باعث شدن برن همگی و این کار اشتباه رو بکنن. من فکر کنم یک لایو دیگه لازم دارم، چون خیلی چیزای دیگه باید بگم، که لایو بعدی باز راجع به باند نادر صدیقی صحبت خواهم کرد.
شما وقتش رسیده که انتخاب کنید که در چه جریانی، پشت چه جریانهایی باید باشید. باید چشم گوش رو باز کنید و انتخاب کنید. الان دیگه 57 نیست، الان ما سوشیال مدیا رو داریم، میتونیم خیلی چیزها رو بفهمیم از روی خط و اینترنت و تحقیق کنیم راجع به همه مسائل. تا هفته دیگه و ادامه همین برنامه، پاینده ایران و جاوید شاه. بدرود.